آقای افضل رضا، کارشناس امور پاکستان و افغانستان، از اسلام آباد با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. آقای افضل رضا، صدای منو دریافت میکنید؟ سلام، همینطور جریان اداره حالا کشیده سلامتی که اون داره صدای بنده رو داشته باشید. صداتون واضحه جناب افضل رضا. چه اشخاص و گروه هایی در نشست شیعیان پاکستان شرکت داشتند و سخنران ها بر چه موضوع هایی بیشتر تاکید دارند؟ بفرمایید. بله ممنونم. بنده الان در منطقه اسلام آباد، جایی که گرد همایی بزرگ علما و نخبگان شیعه پاکستان در اعتراض به تصویب قانون جنجالی رو قرار داریم. پشت سر بنده در حال برگزاری گرد همایی رو شاهد هستیم. شخصیت طرز اول شیعیان پاکستان که سخنرانی داریم اجتماع، هر دو نوع اقدام برای آسیب زدن به وحدت اسلامی به ویژه تحت شعار بزرگ شیعیان پاکستان به شدت محکوم کردیم و این التیماتوم رو به دولت و نهادهای قدرتمند سیاست گذاری این کشور گفتم که تا زمانی که چنین قانونهای افراطی از مجلس و از سوی نهادهای موجود حذف یا مورد تجدید نظر واقع نگیره، اعتراضات علیه این قانون ادامه خواهد داشت و این هشدار نیز از سوی رهبران شیعه پاکستان خطاب به مسئولان کشور اعلام شد و صورت هر گونه مصالحه در خصوص این قانون جنجالی تمام شیعیان به شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان سرازیر شده و سایت‌الله استعلامی دست به تحسن زده و تا زمانی که این قانون لغو نشه از تحسن و اعتراض خود کنارگیری نکنه. آقای افضل رضا، هدف از برگزاری این نشست چه بوده و شیعیان پاکستان به دنبال چه چیزهایی در این رابطه هستند؟ همونجور که ما شاهد داریم شخصیت های برجسته شیعیان با وجودی که برخی از این گروه ها امکان داره رسالت همدیگه زوایای یا ملاحظاتی داشته باشیم، ولی اومدن و یک صدا شدن و گفتن که ما در دست دفاع از حقوق شیعیان و حفاظت منافع جامعه شیعه یکی هستیم و هیچ گونه اختلافی بین ما باعث نخواهد شد از این هدف مشترک عدم وجود باشد. سخنان اکثر سخنرانان این مجمع و این اجتماع این است که دولت به وظیفه خودش یعنی حفظ برابری برای دفاع از حقوق اقلیت ها عمل نکرده و این اجتماع یک زنگ هشدار یا یک زنگ خطری واسه اون عناصری خواهند بود که به صورت پنهانی و به دور از دیدگان ناظران حقوق بشر اقدام به تصویب یک جانبه این قانون جنجالی رو کرده و پیغام مشترکی که رهبران شیعه داده این بود که تا زمانی که این قانون لغو نشه دست به اعتراض زده و این روند اعتراضی همچنان ادامه خواهد. بله، با تشکر از آقای افضل رضا که از اسلام آباد با ما همراه بودند.